درود و وقتتان بخیر بنندگان عزیز به یک بسته تازه خبری از چینل تاپ سکرت خوش آمدید به دنبال افزایش فشارها بر اسلامگرایی در کشورهای غربی جمیل قادری یوتیوبر هوادار طالبان سخنانش را پس گرفته و گفته که به طالبان پیش از این هم کار نداشته و پس از این هم کار نخواهند داشت و دیگر با هیچ گروه کار ندارم نه خوبی کس را میگم نه بد کس را میگم نه به احمد مسود کار دارم نه به طالبش کار دارم و نه کار داشتم از سوی هم و به دنبال اختار وزیر دفاع پاکستان مبنی بر حمله بر افغانستان ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان واکنش تنده از خود نشان داده است در همین حال شماری از آگاهان نظامی از بی تجربگی اعضای جبهه مقاومت سخن گفته و عبدالحمید خراسانی مخالفان طالبان را به مرگ تهدید کرده است در همین حال سیما سمر از برخورد جهان با زنان انتقاد کرده و گفته است که اگر طالبان واقعیت افغانستان است زنان نیز واقعیت افغانستان می باشند و باید در نظر گرفته شوند. با ما باشید و از جزیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. به دنبال افزایش و شدت گرفتن فشارها بر اسلامگرایی در کشورهای غربی به شمول آلمان جمیل قادری یوتیوبر افغان که بارها در شبکه های مجازی از طالبان حمایت میکرد، سخنانش را پس گرفته و افزود است که به هیچ فرد و نهاد کار ندارد برخی از مقامات آلمانی گفتند که به حمله یک شهروند افغان بر یک پلیس در آلمان جم... جمعی در شبکه های اجتماعی از این موضوع حمایت کرده و ابراز شادمانی کردن. با گفته منابع به همین دلیل مقامات حکومتی آلمان تصمیم گرفتند تا حتی کسانی که در شبکه های اجتماعی از افرادگرایی در حد لایک و کامنت هم حمایت کنند مورد بازپرسی قرار گرفته و با خطر اخراج روبرو خواهند شد. افرادی که در شبکه های اجتماعی، اسلامگرایی و افرادگرایی حمایت میکنند حتی به اندازه نوشتن یک کامنت در آینده اقامتشان کنسل شده و از آلمان اخراج میشند. همکنون جمیل قادری یوتیوبری که بارها از طالبان حمایت کرده در سخنان تازه گفته است که او به احمد مسعود کاری ندارد و ای افزوده است که به طالبان هم نه پیش از این کار داشته و نه پس از این کار دارد. و طالبش کار دارم نه کار داشتم توی یکی اگر مارشالی گرفتی من میگم اینم از مارشالی کردن کدام رتبه نظامی بالاتر اخترام میتونه بگیرین برات کار ندارم شماری از شهروندان کشور به این گفته های وی واکنش نشان داده و گفتند که این گفته جمیل قادری بسیار جالب است که وی میگوید به طالبان کاری نداشته و ندارد زیرا وی بارها از طالبان بشدت حمایت کرده و با شماری از مقامات طالبان در خارج دیدار و گفتگوهای دوستانه انجام داده است باید می بینیم. شکر می و خود تمدید جمیل قادری تا حدی پیش رفته بود که حتی به انتحار هم سوگند خورده و هشدار داده بود و اما در ویدیوی دیگری گفته است که مستقیما با احمد مسعود درگیر است و ده ها افغان تومارها و امضاهای زیادی جمع کرده و بر علیه وی شکایت کرده و بر چسب تروریست را بر وی زدند به گفته جمیل قادری این برچسب در کشورهای اروپایی به شدت خطرناک است و پیامدهای وحشتناکی را برای افراد به وجود می آورد. منابع مدین که گفته های تازه جمیل قادری پس از آن صورت می گیرد که کشورهای غربی فشارها بر اسلامگرایان را شدت بخشیدند. شماری از آگاهان از شهروندان افغان میخواهند تا در کشورهای غربی مطابق با فرهنگ و قوانین آنجا رفتار کنند و از هر نوع خشونت و افرادگرایی اجتناب نمایند آنان میافزایند که همیشه باید مراقب باشیم تا به حیثیت و اعتبار افغانها بیش از این آسیب نخورد و شهروندان کشور به عنوان حامی تروریسم افرادگرایی و خشونتگرا معرفی نشوند همچنین و به دنبال انتقادات تند شماری از منابع از رهبری جبهه مقاومت مبنی بر انتشار ویدیو و به کشته دادن فرماندهان این جبهه میرزا محمد یارمن معین پیشین وزارت امور داخله میگوید که امروزه حکومت ها به آسانی می توانند با استفاده از تکنولوژی افراد را از طریق استراق سم ردیابی و تثبیت موقعیت کنند وی می افزاید که افراد جبهه مقاومت قبل از آغاز حملات چریکی خود درباره حفظ محرمیت آموزش حرفه ندیده و با بی‌پروایی در داخل کشور از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند اولین چیزی که اینها در نظر می گیرند دستگاه های مخابراتی مخصوص خود جبهه به کار انداخته شود عبدالحمید خراسانی فرمانده قطعه بدری طالبان هم به مخالفان طالبان هشدار داده و آنها را با مرگ تهدید کرده است وی پیش از این گفته بود که بر روی فهیم دشتی از اعضای کلیدی مقاومت شلیک کرده و وی را در پنشیر تیرباران کرده است در همین حال جبهه مقاومت به انتقادات شماری از شهروندان کشور از قدم شاه شهیم واکنش نشان داده است. شماری از هواداران جبهه مقاومت گفته بودند که قدم شاه شهیم بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانی و فرمانده کوهگودایی دستور انجام حمله چریکی داده بود و وی به مجرد وارد شدن در نقطه مورد نظر با کمینه طالبان برخورده و همراه با افراد نزدیک کشته شدند. منتقدان جبهه مقاومت میگویند که شماری از فرماندهان مقاومت به شمول قدم شاشهیم به پروا می باشند و در نتیجه فرماندهان مقاومت را به کشتن می دن. آنان افزودند که سال گذشته نیز شماری از فرماندهان مقاومت در بدخشان به دلیل بی‌پروایی قدم شاشهیم به کمین برخوردن و کشته شدند. جبهه مقاومت اما این گفته ها را معلومات نادرست استخباراتی و پروپاگند خوانده و میگوید که این گفته ها تبلیغات دشمن بوده و به هدف فاصله ایجاد کردن میان مقاومت و مردم عنوان می شود. در همین حال و یک روز پس از اظهارات وزیر دفاع پاکستان درباره انجام حملات در خاک افغانستان وزارت دفاع طالبان به آن واکنش نشان داده است این وزارت شب شنبه هشتم سرطان گفته است که رهبری پاکستان باید به با کسی اجازه ندهد تا درباره موضوعات حساسیت برانگیز اظهار نظر کند با گفته وزیر دفاع طالبان هر کس به هر بهانه و یا عنوان به حریم ما و ځکه دا مسولیت عواقبش به دوش او خواهد بود افغانستان ته را دافریږي په کلاک غووال خپل زمینی او هوايي سرحدات په جدي توګه کنټرول و خبر اخیر این که رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان سیومین نشست دوه را ناکام خوانده و گفته که هر گونه تصمیم گیری بدون حضور اکثریت مردم و به ویژه زنان غیر قابل قبول است و ای افزوده که تسلیم شدن به خواستهای طالبان زمینه بیشتر نقض حقوق بشر را در افغانستان فراهم می کند سیما سمر علاوه کرده است که اگر طالبان واقعیت است زنان و مردم افغانستان هم واقعیت کشورند دوستان عزیز به پایان برنامه کنونی رسیدیم تا سلام دیگر بدرود